مادر زایمان میکند و ببینید بعد در حیات وحش چی اتفاقی میفتد. سلام بر همه. زایمان امن، تغذیه درست و امنیت فرزند چیزهایی است که هر مادری میخواهد برای فرزندانش انجام دهد. و در قلمرو حیوانات، حیوانات هم بیش از همه میخواهند فرزندانشان در امنیت باشد. هرچند که تضمین وجود ندارد، چرا که محیط ظالم و خشن مادران و فرزندانشان را در دنیای حیوانات به خطر انداخته است و در ویدیو امروز متوجه خواهیم شد که چرا این گونه است. بچه دار شدن کاری دشوار است، بزرگ کردن و مراقبت از بچه اما کار سخت‌تر است. بچه یک بوفالوی وحشی به تازگی به دنیا آمده است. مادر بوفالو با دقت باقی مانده های کیسه آب را با لیز زدن نوزاد از او پاک می کند. بوفالوی کوچیک کم کم موفق می شود، بلند شود و راه برود. اما قدم هایش آهسته و ضعیفن. ممکن است فکر کنید این بچه بوفالو می تواند تمام حیوانات وحش را با مادرش کشف کند، اما نه، یک شیر به گله حمله می کند و بوفالوی کوچک فرصتی برای با مادرش بودن نمی آمد و نمی تواند دنیا را ببیند و هرگز فرصتی برای زنده ماندن پیدا نکرد و شیر او را به نیش کشید و او را کشت و برای خوردن با خود برد. همه ای حیوانات نمی توانند از فرزندانشان در برابر دشمنان محافظت کنند و گاهی اوقات برای زنده ماندن خود مجبورن فرار کنند و قربانی شدن فرزند تازه متولد شده خود را بپذیرند. مادرانی که سعی میکنن در حیات وحش زایمان کنن و اتفاقی که بعد از آن میفتن، بارداری و زایمان هر دو فرایند بسیار دشواری برای هر مادر هستن، مخصوصا برای آنهایی که در دنیای حیوانات در رحم خود نوزادهای نارس را باردار هستن و همیشه فرزندانشان در شرایط ایدیال متولد نمیشوند. به نظر می رسد گورخر درون این ویدیو با شکم گرد و بزرگش نزدیک زایمان کردن است. در این هنگام درد می کشد و از دست دیگر گورخرها کاری بر نمی آید. تصور می شد که زبرا در حال زایمان باشد، ولی به طور غیر منتظره قبل از تولد فرزندش می میرد. و درست همان هنگام یک شیر به او نزدیک می شود. با دیدن گورخر باردار که به حرکت روی زمین خوابیده است، شیر تامش را بر می دارد و دسته را صدا می کند تا بیاین و شکمی سیر کنند. گورخر بیچاره با این که با سخت ترین و دردناک ترین لحظه عمرش مواجه است، نتوانست آن را به سلامت پشت سر بگذارد و هم مادر و هم بچه گورخر توسط شیرها خورده شدند. ویدیویی که در این صحنه ضبط شده است که در مورد زایمان یک بوز کوهی تنها در میان علفزارهای خشکیده است و خوشبختانه بچه بوز کوهی در امنیت متولد شد. در امنیت مادرش بود و مادرش او را لیسید تا تمیز و شاداب شود. بعد از دقایق نوزاد سعی میکند بیستد و هرچند که هنوز بی تجربه و ضعیف است، با توجه و کمک مادرش بچه بوزیکوهی اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکند. اما این شادی دیری نمیپاید زمانی که یک شیر برای قاپیدن بچه تازه متولد از راه میرسد. و بچه نمیتواند به خوبی مادرش بدود. متاسفانه توسط شیر با یک جهش قوی شکست میخورد و شیر او را میگیرد. هرچند که مادرش میخواست از فرزندش محافظت کند،
کاری از دست او بر نمی آمد، چرا که جرأت نداشت با این شکارچی بی‌رحم مواجه شود تا کودکش را نجات دهد. شکار لحظه زایمان حیوانات وحشی کاری دشوار نیست، اما تعداد کمی این فرصت را به دست می آورند که شیر خوردن و رشد کردن و بزرگ شدن این تازه متولد را ببینند. فیلم هایی که از زایمان گاو یالدار گرفته شده و زمانی که یک بچه گاو یالدار به دنیا می آید، مادرش از اون مراقبت میکند و با لسیدن باقی مانده های روی پوست او را میشوید. اما نوزاد نمیتواند مدت زیادی از هوای آزاد لذت ببرد، چرا که شغال ها با آنها حمله میکنند و سعی میکنند بچه گاو یالدار را با خود ببرند و به وقفه به سمت او یورش میبرن و حواس مادر را پرت میکنن، چرا که بچه او که تازه به دنیا آمده است هنوز ضعیف است و نمیتواند بیستد و در برابر حمله دشمنان مقاومت کند. و مادر بچه گاو یالدار که میخواهد از نوزادش مراقبت کند استادگی میکنند و دشمنان را فراری میدهد. با اینکه توانست شغالها را دور کند، تصادفاً بچه مجروح شد، اما در هر حال این مادر گاو یالدار تعهد زیادی را از خود نشان داد. هرچند که مادران در حیات وحش سعی کردن مسئولیت هایشان را در برابر کودکانشان به خوبی انجام دهند، حیات وحش هیچ قانون و نظمی ندارد. دیدن کشته شدن تازه متولدها توسط حیوانات وحشی برای این مادران وحشتناک است. ویدیو امروز به پایان رسید. از همه شما برای تماشا کردن ممنونیم و فراموش نکنید که ما را دنبال کنید و لایک کنید و شیر کنید تا ویدیوهای بعدی را ببینید. خدا نگهدار، شما را در ویدیوی بعدی میبینیم.